سلام، امروز میخوایم نحوه استفاده از توابع فایند و سرچ رو آموزش بدیم به شما. این دو تابع از نظر عملکرد بسیار به هم مشابهند و تنها تفاوتی که دارن با هم دیگه حساس بودن یا نبودنشون نسبت به حروف کوچک و بزرگ انگلیسی هست. عملکرد این توابع که فرمولشون رو اینجا مشاهده میکنید به این صورت هستش که یک کاراکتر مورد نظر ما که میتونه عدد، حرف، اسپیس، هر چیزی میتونه باشه رو توی یک ورودی رشته متنی عددی توی یک رشته جستجو میکنن و جایگاهش رو به صورت یک عدد به ما نمایش میدن. یعنی مثلا میگن که ما میخوایم اینجا توی دیاکو به فرض حرف وای رو جستجو کنیم، از این تابع استفاده میکنیم و جایگاهشو که سومین کاراکتر هست به ما نمایش میده به صورت یک عدد، عدد 3. یعنی شما میشماریم 1 که دی هست، 2 ای هست، 3 وای هست. یعنی اگه وای رو سرچ یا فایند بکنیم عدد 3 رو به ما میده. حالا میخوایم به صورت آزمایشی انجام بدیم این توابعو که ببینیم نتیجه چی میشه. خب فرمول این دو تابع کاملا مشابه به هم هست، هیچ فرقی با هم نمی کنن از نظر ورودی ها. اولین چیزی که وارد این فرمول ها میشه، وارد فرمول تابع سرچ و فایند میشه، سابسترینگ هست که همون کاراکتری هست که ما میخوایم جستجو بکنیم یا همون حتی کلمه ای هست که میخوایم جستجو بکنیم تا جایگاهش رو پیدا کنیم. دومیش میشه استرینگ که این گزینه میشه همون ورودی ما، اون متنی یا اون رشته متنی که میخوایم درونش اون کلمه یا کاراکتر رو جستجو بکنیم. و آخرین گزینه که وارد کردنش اختیاری هست، میشه وارد بشه یا نشه، نقطه آغاز جستجوه. به این منظور که از چه نقطه ای، از کدوم جایگاه جستجو شروع بشه که حالا توی ادامه آموزش بدیم که دقیقا چی هست. خب اولین مورد، کاراکتر مورد جستجوی ما دی هست، دی کوچیک. توی چه چیزی؟ توی دیاکو سایت ویگور اسپیس دانش. توی این ما میخوایم این دی رو پیدا بکنیم، میخوایم هم از تابع سرچ استفاده بکنیم. خب تابع رو وارد میکنیم، چیزی که میخوایم جستجو بکنیم و توی دابل کوتیشن وارد میکنیم. حالا جایی که میخوایم جستجو بشه توش، اون رشته متنی که میخوایم جستجو بشه کجاست، آدرسش رو میزنیم که هست G3 رو وارد میکنیم و پرانتز رو میبندیم. اون گزینه آخر که انتخابی هست رو فعلا وارد نمیکنیم. خب میبینیم که عدد 1 رو به ما میده، چرا که ما اولین گزینه‌ای که داریم D هست. تابع سرچ به کوچک و بزرگ بودن حروف حساسیتی نداره، برعکس تابع فایند که حساسه و این دقیقا نقطه تفاوت، تنها نقطه تفاوت این دو تابع هستش. یعنی ما دی کوچیک زدیم ولی زد 1 چون همون اولیش دی هست. حالا همینو دقیقا میخواییم با فایند انجام بدیم، ببینیم فرقش چیه. خب همون دی کوچیک رو ما وارد میکنیم، همون جی تری که همون آدرس دیاکو سایت هست رو میزنیم، میبندیم، اون آخریش رو باز نمیزنیم، این همون فرمول. خب اینجا میبینیم به ما عدد 14 رو داد. اگه دقت کنید میبینید که فرمول دقیقا یکیه، اون چیزایی که برای فرمول وارد شده محتویاتش دقیقا یکیه، فقط نوع تابع فرق میکنه، فایند و سرچ، اما عدد کاملا متفاوت شده. چرا؟ چون اینجا ما دی کوچیک زدیم، رفته دی کوچیک رو پیدا کرده توی دانش، یعنی اول دانش. اگر اینجا از اول تا آخر بشماریم که حواستون باشه اسپیس هم جزء کاراکتره، ویرگول هم جزء کاراکتره، یعنی اسپیس هم شمرده میشه، حذف نمیشه. اگه از اول بشماریم اسپیس ها رو حساب کنیم، وقتی به دی برسیم میشه 14. یعنی دی کوچیک 14مین حرف این رشته متنی هستش که به خاطر حساسیتی که داره دی کوچیک اومد نظر قرار دادیم. خب حالا اینجا میخوایم تفاوت وارد کردن نقطه آغاز جستجو یا وارد نکردنش رو بررسی بکنیم. خب میخوایم از طریق سرچ حرف A کوچیک رو جستجو بکنیم.
سرچ رو میزنیم A کوچیک توی جیت 3. خب اینجا میخوایم حالا اون قسمت اختیاری رو وارد بکنیم که نقطه آغاز، یعنی از چندمین حرف جستجو آغاز بشه. خب اینجا ما نمیزنیم دفعه اول که ببینید فرقش چیه با دومی. خب میبینید به ما 4 رو میده، 1 2 3 4، 4 رومین حرف توی دیاکو هست که A هست. حالا اینجا همون فرمول رو میخوام بزنیم به علاوه وارد کردن قسمت نقطه آغاز. سرچ A GS و میخوایم حالا خب تو 4 رومین حرف اون آ هست، ما نمیخوایم از این شروع کنه، میخوایم از 5مین حرف شروع کنه بشماره که A اول حساب نکنه. خب میبینیم اینجا داد به ما 15. چرا؟ چون بعد از این، بعد از در واقع حرف پنجم که K میشه، ما اگر نگاه کنیم میبینیم 15مین حرف A هست که مال دانش هست. این هم تفاوت میشه بین موقعی که ما نقطه آغاز وارد بکنیم یا نکنیم. حالا یک زمان هست که ما نمیخوایم صرفا یک حرف، یک کاراکتر تنها رو جستجو کنیم، میخوایم یک کلمه رو جستجو کنیم. اینجا ما میخوایم سایت رو جستجو کنیم توی این رشته متنی، ببینیم چندمین هست. توجه داشته باشی که در این حالت در واقع اون تابع سرچ و فایند میاد اولین حرف اون کلمه مورد جستجوی ما رو در نظر میگیره که اینجا S هست برای سایت، و عدد اون رو به ما میده. خب حالا سرچ میکنیم که متوجه بشیم. سرچ چیزی که میخوایم وارد کنیم سایت هست، جستجو بکنیم سایت هست و توی G3 G3. خب میبینیم که عدد 8 رو به ما داد. توجه داشته باشید که شماره کلمه رو نمیده که بگیم خب سایت دومین کلمه است، نه، شماره حرف رو میده. سایت اولین حرفش S هست، میاد شماره اولین حرف اون کلمه رو به ما میده. اگه بشماریم از D شروع کنیم بشماریم تا S میشه 8مین. پس اینا درست هستش. خب مورد آخر ورودی ما اون رشته متنی که میخوایم توش جستجو بکنیم، احمد اسپیس 1992، میخوایم عدد 9 رو توش جستجو بکنیم. خب اینجا همونطور که گفتم چه فایند استفاده بکنیم چه سرچ هیچ فرقی نمیکنه، چون میخوایم عدد جستجو کنیم، عدد که دیگه کوچیک و بزرگ نداره. خب عدد جستجو بکنیم، میزنیم فایند عدد 9 توی G8. داد 8مین. اگه از اول بشماریم اولین 9 شماره 8 هست، یعنی این شماره‌ای که به ما میده اولین کاراکتری که مطابقت پیدا کنه با موردی که جستجو داریم میکنیم رو شمارش رو قرار میده. دو تا 9 پشت سر هم هستن و نمیاد دومین 9 دیگه، اولیو که پیدا بکنه همون شمارش رو میده. دومین 9 جایگاهش عدد 9 هست، یعنی شماره جایگاهش هم 9ه، اولش 8ه، همون اولی که پیدا بکنه رو واسه ما عددش رو میده. تو تمام اون جستجوها اگه دقت کرده باشید، مثلا ما اینجا توی سرچ دی زدیم اولین دی رو پیدا کرد، دیگه نرفت سراغ دی دوم، همونی که پیدا کرد اولین جا عددش و جایگاهش رو به ما داد. فقط یه نکته آخر که توجه داشته باشید، ما اینجا که گفتم کلمه رو اگر بزنید میاد اولین حرفش رو جستجو میکنه و پیدا میکنه، به این معنی نیستش که شما یه چیز بی ربط هم بذارید، مثلا اینجا بیاید به جای سایت سرچ کنید، مثلا اجازه بدید سرچ کنید مثلا سنس. خب این اولش S داره، درسته، ولی خود سنس وجود نداره تو اینجا، پس به ما ارور ولیو میده. یعنی باید اون کلمه وجود داشته باشه که بیاد حرف اولش رو پیدا کنه و جایگاهش به ما بده. یک چیز بزنیم که وجود نداره خب به ما ارور میده. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.